به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دومین کنفرانس بین‌المللی کنگره هزاره با تاکید بر شروع گفتگوهای بین الافغانستانی و تشکیل نظام فدرالی در افغانستان پایان یافت. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان، هستین ششم فوریه و عبدالهم دلوست. دوستان گرامی، در جریان هستن که به تاریخ 4 و 5 ماه فوریه، یعنی دیروز و پریروز، دومین کنفرانس کنگره ملی هزاره در وین اتریش برگزار شد. در این کنفرانس تعداد زیادی از شهرهای سیاسی و فرهنگی مردم هزاره از نقاط مختلف دنیا شرکت کرده بودند، هزارهای التشیع، اسماعیلیه و سنی، و در پایان هم یک خطنامه را تصویب کردند که من البته میخوایم متن خطنامه را به صورت کامل برای شما دوستان گرامی بخوانیش بگیرم. در اینجا تاکید بر تشکیل نظام فدرالی در افغانستان و همچنان آغاز گفتگوهای بین افغانستانی صورت گرفته است. به نام خداوند جان و خرد، کنگره ملی هزاره، دومین کنفرانس بین المللی، تعاملات سیاسی اجتماعی در افغانستان، فرصت ها و چالش ها. قطعنامه. کنگره ملی هزاره دومین کنفرانس بین المللی خود را در حال برگزار میکند که حکومت نامشروع طالبان وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را هر روز بحرانی تر میسازد. همزمان تحرکات و همچنان تعاملات سیاسی پیرامون وضعیت جاری و آینده سیاسی کشور در حال افزایش است. آنچه که در این میان مبهم و مایه نگرانی است، نبود تصویر روشن از صلح و گذار از وضعیت متشنج کنونی به آینده باثبات و مسالمت‌آمیز میباشد. با در نظر داشت این واقعیت عینی، برای ادای رسالت ملی، کنگره ملی هزاره دومین کنفرانس بین‌المللی خود را در شهر ویانای کشور اتریش در تاریخ 4 و 5 فوریه 2023 میلادی به هدف تقویت نقش و جایگاه جامعه هزاره در تعاملات سیاسی اجتماعی و از بین بردن خشونت و رسیدن به صلح پایدار و رفاه اجتماعی در کشور برگزار نمود. در این کنفرانس جمعی بزرگ از نخبه‌های علمی، فرهنگی، دینی و اجتماعی در کنار نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و افراد با نفوذ و حامیان کنگره ملی هزاره از کشورهای مختلف جهان به گونه حضوری اشتراک نمودند. طالبان با انحصار قدرت و استفاده خشونت‌آمیز از نهادهای دولتی برای سرکوب گروه‌های قومی، مذهبی و زنان، به جای تشویق و همچنان پیگیری گفتگو و حل مسالمت‌آمیز منازعه، از یک سو در تقابل مستقیم با مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار دارد و از سوی دیگر مردم افغانستان را در فقر، طاقت فرسا و جامعه و فاجعه بشری قرار داده است. بنابراین نهادهای سیاسی و اجتماعی امضا کننده این قطعنامه نگران رفتار خشین و بدرفتاری های طالبان، فروپاشی دستاوردهای 20 سال گذشته و ارزش های دموکراسی و اجتماعی و نظام های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و آموزشی و به ویژه سرکوب حقوق اولیه زنان به کار و آموزش است. قابل یادآوری است که طالبان با ممنوع کردن زنان از تحصیل و کار و بیرون راندن و بیجا کردن اجباری مردم بومی هزاره، ازبک، ترکمن و تاجیک در نقاط مختلف کشور، نشان می‌دهند که آنها هیچ اعتنایی به ارزش‌های ملی و جهانی، پیشرفت آموزش و پرورش و تمدن ندارد. با در نظر داشت این واقعیت، امضا کنندگان این قطعنامه تاکید می‌کنند تا زمانی که همه اقوام و جامعه کشور، به ویژه جامعه سیاسی و اجتماعی هزاره و زنان، در امور سیاسی و فراینده‌های تصمیم‌گیری کشور شریک و دخیل نباشند، هیچ فرایند و تصمیم قادر به حل بحران‌های کنونی نخواهد بود. برعکس، ادامه روند کنونی کشور را بیش از پیش در باتلاق بحران‌ها فرو خواهد برد و باعث رنج بیشتر مردم خواهند شد. بنابراین ما از جامعه جهانی انتظار داریم که این واقعیت تلخ را در تعاملاتشان با افغانستان در نظر داشته باشد. به این اساس ما امضا کنندگان این قطعنامه برای رهایی افغانستان از وضعیت بحرانی و ناگوار کنونی و دستیابی به آشتی ملی و پایان دادن به چرخه خشونت، نکات زیل را پیشنهاد میکنند. ضمن سپاسگزاری از کشورهای عضو سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، ضمن تاکید بر ادامه این سیاست جامعه جهانی، ما خواهان اعمال فشار بیشتر برای تغییر وضعیت موجود در راستای ایجاد یک نظام قانونمند و فراگیر مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، ارزش‌های دموکراتیک و اصول حکومتداری خوب هستیم. آغاز هرچه عاجل گفتگوهای جدید معنادار بین افغانستانی و همشمول زیر نظارت سازمان ملل متحد به منظور دست یافتن به صلح پایدار و ثبات سیاسی. پیشنهاد نظام فدرالی به عنوان گزینه مناسب سیاسی برای کشور کثیرالقومی افغانستان در ساختار سیاسی آینده.
مشارکت کامل زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دسترسی برابر مردم افغانستان بدون در نظر داشت تفاوت های قومی، مذهبی، جنسیتی به خدمات عامه، کمک های بشردوستانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی، محافظت مراکز آموزشی فرهنگی و عبادی مردم هزاره در برابر حملات هدفمند تروریستی. از شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و همه کشورهای عضو کنوانسیون 1948 در مورد جلوگیری و مجازات جنایت نسل کشی خواستار به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها هستیم. فراهم نمودن بورسیه های تحصیلی به دانشجویان، به ویژه دختران، و دسترسی کامل دانشجویان هزاره به این بورسیه های تحصیلی، حفاظت و توجه جدی به مهاجرین و پناهجویان مردم افغانستان، به ویژه پناهجویان مردم هزاره در کشورهای مختلف جهان، من جمله در کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه، یونان و اندونزیا، به جلوگیری از اخراج اجباری آنها به عنوان یک گروه شدیداً آسیب پذیر در افغانستان، و تاکید بر انسجام و هماهنگی میان احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی و فرهنگی مردم هزاره و ایجاد کمیته هماهنگی مشترک به این منظور. پایان. امضا کنندگان این خطنامه هم قرار زایل است: کنگره ملی هزاره، شورای جهانی هزاره، شورای هزاره های اهل سنت، انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه، کانون توسعه دموکراسی و حقوق بشر، حزب وحدت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب عدالت و آزادی افغانستان، حزب عدالت اجتماعی افغانستان، انجمن فرهنگی کاتب، انجمن کلبه دوست، انجمن اجتماعی و فرهنگی نوروز و کانون فرهنگی هزاره های هامبورگ، ویانا، اتریش، تاریخ 4-5 فوریه 2023 میلادی. دوستان گرامی، ما اعلامیه را برای شما و قطعنامه را به خوانش گرفتم. امیدوار هستم که خیلی تیز نخوانده باشم، چون خطرنامه خیلی زیاد بود. تلاش من بر این بود که من باید در کمتر از 10 دقیقه را جور بکنم، یعنی کمتر از 8 دقیقه. خب به مو هدف هم رسیدیم. اما امیدوار هستم که جریان‌های سیاسی هزاره در داخل و خارج کشور منسجم شوند. این یک ضرورت است. کنگره ملی هزاره امروز شاهد هستیم که قطعنامه را صادر کردند. در اینجا یک جمعی از نهادهای هزاره ها شرکت کرده بودند. جای خوشحالی هست، اما باید در عمل ما نتیجه این قطعنامه ها را ببینیم. مردم ما از هر لحاظ آسیب پذیر هست و متاسفانه اگر ما به یک وحدت کامل نرسیم و منسجم نشویم، بیشتر از گذشته آسیب پذیر خواهیم شد. با توجه به وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است، اصلا اینی یک چشمانداز روشن برای پیشرفت وجود نداره که هیچ، هر روز ما شاهدی رفتن به سوی تاریکی و جهل و نابودی متاسفانه پردگاه روان هستیم. دوستان گرامی، در ضمن اگر شما موافق بودین، امیدوار هستم که این کلیپ ها را به اشتراک بمانین و البته پیرامون این کنفرانس، ما قبل از شروعشان هم یک گفتگوی را با خانم صابره سخی از اعضای این کنگره داشتیم. شما میتونید که او را هم در سنترال افغانستان دنبال کنید. خدا نگهدارتان باد.